تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. در سفره قرآن هستیم، از اول شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم تفسیر چند دقیقه داشتیم، رسیدیم به جزء 26 سوره حجرات و الان آیه 9 هستیم. آیه رو بشنوید. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر دو گروه از مؤمنین به نزاع و جنگ پرداختن، اصلا مؤمن بالاخره نباید اهل نزاع باشه، ولی حالا چون همه که عادل نیستن، ممکنه ایمان داشته باشن بر اساس یک هواها و هوسهایی با هم درگیر شن. اگر دو گروه از مسلمان با هم درگیر شدن، شما بی تفاوت نباید باشید. انسان مسئول در مقابل فتنه ها. چه کنیم؟ فاصلحوا بینهما، باید باشید اصلاح کنید. فوری هم فعصه و فاین فوری، فوری باید بین اینها اصلاح کنید. روایت داریم اصلاح بین دوتا مسلمان از همه نمازها و روزه های مستحبی سببش بیشتره. حتی اگر انسان با دروغ میتونه اصلاح بده، دروغ هم که از گناه کبیره، میگه اگر با یک دروغ گفتن شما میتونی اینا رو آشتی بده، دروغ بگو کنار آشتی بده. یعنی اینقدر فتنه خطرش بیش از دروغه. فاصلحوا بینهما. حالا اگر یه عده گردن کلفتی میکنه، فان بغت، بغت باغین، اگر باغی باغین یعنی متجاوز، زور میگه، قول داره، اگر قول داری میکنه یکی بر دیگری، فقاتل التی تبقی، همه امت اسلامی و همه کشورها و شهرها و شهر و روستا، کل اومد باید بسید شید، فقاتل التی تبقی، اون باقی را بکشید. زیر بار زور نباید بری. حالا یه کسی قول داره حمله میکنه به یه ضعیفی، اگر یه قول داری حمله که به ضعیف، کل اومد اسلامی بسید شید علیه قول دار. خب تا که بکش بکش؟ میگه حتی تفیع الی امر الله، تا برگرده به امر خدا، یعنی تسلیم عدالت بشه. یه رو به جنگیم، یه دو مرحله، یه ده مرحله، میگه نه، هدف ما جنگ خونریزی نیست، هدف ما الی امر الله، برگشته به امر خدا. قاتلوهم الا حتی لا تکون فتنه. جنگ ما برای کشورگشایی نیست، برای انتقام نیست، برای خودنمایی نیست. جنگ ما به خاطر یا دفاع از خود یا دفاع از مظلومه. اینجا به خاطر دفاع از مظلوم بسید شید یاغی را سرکوب کنید، اونقدر جنگو ادامه بدید تا به امر خدا برگردن. فانفاعت، اگر برگشت به امر خدا، فاصلحوا بینهما بالعدل. اصلاح نه یعنی اصلاح باید عادلانه باشه، نه یعنی خیلی خوب حالا غلط کردید بیا همدیگه رو ببوسید بروید، اینطور نیست. باید ببینیم چی گرفته، چه ضررهایی زده، او ضررات باید تاونش رو پس بده. گاهی وقتا یک کسی میزنه تو گوش یک کسی و یا مال کسی رو میبره، با هم دعوا میکنن، بعدم جلسه آشتی کنن، میگن بیاد آشتی کنیم. بیا آشتی کنیم این چه چیزی که از ما گرفته پس بده. فاصله او بینهما بالعدل، نه اصلاح به گفتگو و حرفا، عادلانه، یعنی هر چی ضربه زده چه ضرر زده بود پولاشو بده. و اقسطوا، شما هم نگید چون یاغی ها بیشتر ازش بگیرید، با برخوردتون با یاغی هم عدالت بشه. ان الله يحب المقتصدين، خداوند عدالت پیشگان رو دوست داره. عرض کنم که این یک قصه داره براتون بگم. در جنگ جمل، خب دو گروه مؤمن بودن، یک گروه جنگ جمل حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود، یک گروه هم عایشه و طلحه و زبیر،
همه از اصحاب پیغمبر بودن. دو گروه دعوا شد. حضرت امیر فرمود که یه کسی میخوام این آیه رو بخونه، شاید یادش رفته ای همه آیه 9 سوره حجرات، و ان طائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از مسلمان با هم جنگ کردن اینها رو اصلاح کنید. فان بغت، اگر یکی زور میگه بسید چی زورگو رو سر جاش بشونید. کی حاضره آیه رو بره بخونه؟ شخصی به نام مسلم مشاجعی. مسلم مشاجعی گفت من میخونم. گفت بری بخونی، دست راستت قطع میکنن. گفت آیه رو میدم دست چپم. گفتن دست چپم قطع میکنن، تو رو میکشن. امیرالمومنین فرمود میکشند. فرمود هذا قلیل فی ذات الله، در راه آیه قرآن کشته بشم من جانم قابل نیست. هذا قلیل یعنی جون من کم در باره خدا. بالاخره این قرآن رو به دست گرفت و در برابر لشکر عایشه و طلحه و زبیر وایسید و مردم را به ایمان دعوت کرد که شاید خونی ریخته نشه، جنگی صورت نگیره. دست راستش رو قطع کردن، قرآن رو داد دست چپش. دست چپش رو قطع کردن، قرآن رو به دندون گرفت. درست مثل ابوالفضل علیه السلام در عاشورا که دست راستش رو قطع کردن، مشک به دست چپ گرفت، دست چپ رو قطع کردن، مشک به دندون گرفت، ایشون قرآن رو قطع کرد. و بالاخره شهید شد. وقتی شهید شد حضرت علی بعداً فرمود پس حالا حمله کنید. معلوم میشه اینها بنای یاغیگری دارن. کسی هم که قرآن رو میخونه دیگه، قرآن که حرف حزبی نیست که، قرآن خالق نمونه. شما اصحاب پیغمبری تل حزاب عایشه قرآن بود. کسی آمد قرآن بخونه دستش قطع کردید. غیر از قرآن که چیزی نخوند. خب معلوم میشه که وقت دستور حمله رو حضرت امیر بعد از این آیه داد. حدیث داریم برادر دو کمک کن چه ظالم چه مظلوم. اگر مظلوم ها کمکش کن نذار مظلوم بشه، اگر ظالم ها کمکش کن جلوشو بگیر نذار ظلم کنه، نذار ظلم کنه. اگر دوستش داری جلو ظلمشو بگیر. تو این آیه چند بار آمده گفته که فصله و بینما بالعدل، عقص تو عدل، یحب المقسطین، یعنی خدا عدل رو دوست داره. یعنی تو یه جمله و اصله و بینهما بالعدل و اقسطو ان الله یحب المقسطین، اقسطو و مقسطین عدل، سه مرتبه تو این کلمه عدل رو گفته. اصولا با عدالت پیش میده. حالا بالعدل قامت السماوات والارض، با توازن عدالت است که آسمان و زمین رو پا خودش ایستاده. اصلا انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدن تا مردم رو جوری تربیت کنن که خود مردم قوامین بالقسط باشن، یعنی عدالت پیشه باشن، عدالت رو برقرار کنن. قوانین بشری به درد نمیخوره، به خاطر که قوانین بشری اول که ساخته بشره. خب بشر خودش در حال تغییر و تحول، منافع خودش و حزبش رو در نظر میگیره، افکارش ناپخته، اطلاعاتش محدوده، تحت تأثیر تهدید و تطمیع و هوس های دیگران قرار میگیره. خود قانونگذار خیلی جا قانون گریزه، خودش به قانون عمل نمیکنه. بنابراین کرامت انسان اقتضا میکنه که قانون بشر رو خالق بشر تنظیم کنه. این گفته و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، نگفته یقتتلون. اگه هم گفت یقتتلون یعنی شغلشون درگیریه، یعنی هر کجا مؤمنین باشن باید به هم بپرن. و این طائفتان من المؤمنین یقتتلون، گفته میگه اقتتلوا. اقتتلوا فعل ماضی یعنی جرقه واقع شد، همیشگی نیست. یعنی نزاع بین مؤمنین یه جرقه است نه یک جریان. اقتتلوا گفته، نگفته یقتتلون. و مسلمان ها مسئولیت دارن، نباید بی تفاوت بشن، باید با سرعت اقدام کنن، باید همشون بسیج بشن. این نکاتی است که تو این آیه آمده. در برابر خشونت باید خشونت به خرج داد. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی گردن کلفتی میکنه در مقابل گردن کلفتی باید گردن کلفت بود، در مقابل خشونت خشونت باید نشون داد. و این نکاتی است که هست. جنگ های اسلامی جنگ های قومی و حزبی و انتقام خودنمایی و زهرزش گرفتن نیست. حتی تفیه میگه جلو یاغی رو بگیرید تا به راه خدا برگرده. خب
در مرحله مسلمان ها مراحلشو فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. اگر طرف تابع عدالت اصلاح فن بغت، اگر گردن کلفتی میکنه وظیفه عوض میشه. مثل که تو شهر نماز چهار رکعتیه، اگر شده مسافر نماز شکسته و دو رکعتی میشه. اگر سرش برای حق برگشت اصلاح، اگر گردن کلفتی کرد وظیفه مسلمان ها هم سرکوب کردنه. هم دو بار کلمه اصله اومده، هم کلمه قاتله اومده، این در شرایط اصله و در شرایط قاتله. خدایا ما را از ظلم کردن به دیگران و زیر بار ظلم رفتن از دیگران حفظ کن و ما توفیق بده همیشه دشمن ظالم و یار مظلوم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.